به نام خداوند بخشنده مهربان با درود بر یکایک عزیزان حاضران و غائبان و با تبریک عید سعید قربان و همچنین تبریک روز پدر برای همه پدران معظم و مکرم که به تهذیب و تربیت فرزندانشون میپردازند و آینده کشور ما و بلکه جهان رو میسازند. خطای خجسته ای رخ داد و من گمان بردم که امروز درس علم و دین خواهیم داشت. بعدن دریافتم که یا مولانا ما رو طرد کرده و یک هفته به عقب افکنده است. البته مستمعان ما کم و بیش همانها هستند که در هر دو درس حاضر می شوند و امیدوارم که گله‌ای نکنند و ملول نشوند. به هر حال جریان جاری و مکرر دروس است و علاقمندان خود رو دارد. شاید هم مولانا با این کار می‌خواسته است که پای بعضی ها رو به این سفره هم بکشاند و از این طریق موجب ترغیب اونها بشود. باری این جلسه 64 از جلسات دروس خلاف و وفاق علم و دین است که مباحثش رو با عزیزان در میان میگذاریم. در این حال من راجع به عید قربان علاوه بر تبریک گفتن نکته های را میخواستم بگویم که البته با درس مثنوی مناسبت بیشتر دارد، ولی همینقدر عرض کنم که عید بسیار مبارکی است و چنان که همیشه از من شنیده اید برای مولانا عید عبارت بود از عید قربان، چون در عید قربان آدمی دو کار میکند، یکی این که نفس پلید رو که کشتنیست میکشد، قربانی میکند، و دوم این که بهترین هدیه رو به نزد محبوب خود میبرد. با تمیز کردن خیشتن، با زدودن زوائد و رذائل و با طهارت تام و خود رو بدل به یک موجود گرانبها کردن، اونگاه اون رو به پیشگاه محبوب هدیه میبرد و عرضه میکند تا مقبول افتد. لذا قربانی کردن حیوانات گرچه که در گذشته نمادین بوده است ولی معنای دیگری داشته، امروز مسلماً برای ما نمادین است و همچنان که در قرآن هم آمده است در باب قربانی بر روز عید قربان در مکه، اونجا میگوید که لا ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت و خون و پوست و استخوان این حیوانات به خدا نمیرسد، او بهره از اینها نمیبرد، ولکن یناله تقوا منکم، تقوای شماست که به درگاه او صعود میکند و عروج میکند، یعنی روحهای پاک شما. با این کار نشان میدهید که اهل ایثارید، اهل احسانید، اهل گذشتید و بالاتر از اون پا بر روی خواسته های خود میگذارید و بر بت نفس هم پا میگذارید. مولانا در تأویل نماز وقتی که میخواد بگوید که تکبیر چیست، سجود چه معنا داره، رکوع چه معنا داره، میگوید که وقت ذبح الله اکبر میکنی همچنین در ذبح نفس کشتنی. میگوید که به ما گفتند که وقتی که میخواهید که حیوانی رو سر ببرید نام خدا رو ببرید، الله اکبر بگوید. همینطور هنگام نماز وقتی که الله اکبر میگی معناش این است که داری اسم خدا رو میبری برای کشتن نفس، برای ذبح نفس کشتنی. این معنای تکبیر است. و بعد میگه معنی تکبیر این است ای امین، یعنی ای امام، ای خدا ما پیش تو قربان شدیم. معنی تکبیر این است که خدایا ما خودمون رو قربانی تو کردیم، اینجا الان مذبح ماست و سر نهاده ایم اسماعیلوار تا ابراهیم ما رو قربانی کند. الله اکبر میگوییم به نشانه این تن دادن و این تسلیم و این فدا شدن. لذا در قربانی معانی بسیار نهفته است و اونها رو نباید به
ظواهر بسنده کرد. بیش از اینها در اونجا هست که باید خواند و دید و فهمید. حاجیان هم که خب به مکه می روند، خب این عمل عمل واجبی است، باید انجام بدهند، اما در اینجاها رمز نگاری باید کرد و مفاهیمش رو کاملا باید دید. بالاتر از اون تأمل در این مسئله است که اصلا کجا جا دارد، برای چه شایسته است که ما خود رو بدهیم، خود رو قربان کنیم. چیز خیلی مهم نیست ما برای سر پول خودمون رو قربانی بکنیم، برای عدالت خودمون رو قربانی کنیم، برای وطن خودمون رو قربانی کنیم، برای خدا قربانی کنیم، برای افتخارات، کسب افتخارات خودمون رو قربانی کنیم. اینا چیزهاییست که ما در دوربر خودمون میبینیم. یک بار گفته بودم براتون که کسی به من میگفت که در گذشته جنگ های مذهبی بود، الحمدلله الان برطرف شده. گفتم اتفاقا اون نشانه تکامل اون بود. اگر می جنگیدن برای خدا می جنگیدن، امروز سر چیزهای دیگه می جنگن، حتی سر وطن، سر خاک. اینا گرچه که امروز بسیار افتخارآمیز است و کسی درباره اونها سخن نمی گوید، اما سطح نازلی از جنگ و درگیری رو نشان می دهد. حالا اگر به ظلم و به تجاوز و عدوان و اینها هم همراه شود و آلوده شود که با مصیبت ها. میخوام بگم که این خودش نکته است که کجا باید جنگید. و امام حسین در عاشورا حرفش این بود، گفت زیر بار ذلت نمیرم، حاضر نیستم ذلیل بشم و حاضرم کشته بشم. ببینید اینها مهمه، یعنی کدام ارزش هاست که آدمی می ارزد که جان خود رو فدای او بکند. عید قربان مجالی برای این تأملات به ما می دهد. به هر حال دعا می کنم برای هممون که انشاءالله چنین اتفاق میمونی برای ما هم بیفته و به معنای دقیق کلمه شهید راه خدا بشویم، نه شهید راه نفس و دیگر مطامع و مظاهر دنیوی. خب از این مقدمه کوتاه بگذاریم و به درس خودمون بپردازیم. ما در مباحث خلاف و وفاق علم و دین به بحث درون دینی رسیده بودیم و اون خلاف و وفاق علم و دین و خلاف و وفاق علم و قرآن بود. یعنی از مباحث کلی بیرون دینی که فارغ آمدیم، خواستیم این نکات رو هم که منتشر است و مورد توجه و مورد اعتراض و مورد افتخار است، اونها رو هم بیان کنیم. یکی یکی ما بر مواردی که اونها رو اعجاز علمی قرآن مینامند انگشت نهادیم و درباره شون بحث های مجمل یا مفصل کردیم. عزیزانی که درس ها رو دنبال کردند و میکنند واقفند. همچنین وارد اعجاز قرآن به معنای معجزه بودن خود قرآن شدیم که وقتی قرآن میگوید مثل من رو نمیتوانند بیاورند، یک سوره، یک آیه، ده سوره و غیره، این به چه معناست؟ اساسا قرآن رو چرا معجزه خوانده اند؟ و در این باب هم 4 جلسه بحث مبسوط کردیم. آراء بزرگانی مثل غزالی، ابن رشد، فارابی، دیگران رو هم در میان آوردیم و در کار کردیم برای اینکه این امر مجمل معزل رو اجمالا ما هم توضیح بدیم و خلاصش به اینجا رسیدیم که قرآن معجزه است، اما نه معجزه اونجور که عصای موسی معجزه بود، نه اونطور که عیسی مرده زنده میکرد معجزه بود، نه اونطور که مریم باکره حامل شد معجزه بود، نه از اون قبیل نیست. معجزه است شبیه کتاب طبی که یک طبیب می نویسد و مثل دیوان شعری که یک شاعر می آورد و مدعی می شود که من شاعرم، دلیلش هم این است که دیوان شعر دارم، من طبیبم، دلیلش این است که کتاب طبی نوشتم و قادر به درمان بیماران هستم. یعنی این اعجاز یا این آیت تناسب تام با مدعا داره. و بعدم توضیح دادیم که مثل قرآن البته که میتوان آورد و بلکه آوردند، حالا نه اینکه ادعای پیامبری کرده باشند، چیزی مثل قرآن رو از
شخص درس ناخوانده‌ای مثل پیامبر، مثل محمد ابن عبدالله نمیتوان آورد. اینکه اگر جن و انس جمع بشن، جن و انسی که همسان پیامبر اسلام باشند، درس نخوانده در یک محیط اونچنانی عربی حجازی بار آمده، بی خبر از امور دنیوی و اخروی، و ناگهان شکوفا شوند، درست مثل یک طفل دبستانی که یک مرتبه گلستان بنویسند. نوشتن گلستان فی نفسه ناممکن نیست، برای اینکه ناممکن هم نبوده و شده و سعدی نوشته است، گرچه که همه کس نمیتواند، اما از یک طفل دبستانی البته چنین چیزی خارق العاده است. به این معنا قرآن و ظهورش به دست پیامبر اسلام خارق العاده است، نه اینکه ذاتاً محال باشه و دیگران نتوانند. ما تو ادبیات عرب اگر بگردیم، تو ادبیات فلسفی، نکاتی مثل قرآن فراوان پیدا می شود، گرچه که گویندگانش ادعای نبوت هم نکرده اند و نمی کنند. ما به این نتایج رسیدیم. باری در این نوبت میخوام راجع به خلاف علم و دین یا خلاف علم قرآن سخن بگویم، یعنی آیاتی که کسانی دلیل آوردن بر اینکه آره از آموزه های قرآنی با علم جدید منافات دارد، و بعد از اون نتیجه گیری کردن که خب پس لابد در نبوت پیامبر اسلام خللی هست، پس لابد در وحی خطایی هست، شاید این کتاب آسمانی نیست و امثال ذلک. ما در حالا نتیجه گیری ها فعلا بحث نمی کنیم، همچنان که در مورد آیاتی که ظاهرا اعجازآمیز بودند نتیجه می گرفتند که پس این کتاب حتما آسمانی است، حتما وحیانی است، حتما ماورایی است و بی خطاست و فوق دانش بشری است و هیچ کس مثل اون نمی تواند. به اون هم اون طرف می گفتند. ما هم اونجا سنگ تمام گذاشتیم و کوشیدیم که ادعاهایی رو که کرده اند از قول مفسران قدیم و مفسران جدید و متکلمان پیشین و متکلمان امروزین بیان کنیم تا جای گله ای نماند. اکنون هم وارد موارد خلاف علم و قرآن می شویم، جاهایی که به هر حال ظاهرا یک طرف رو باید گرفت، یا طرف قرآن رو باید گرفت یا طرف علم رو باید گرفت. ما البته راجع به علم در گذشته در جلسات آغازین این سلسله مباحث نسبتاً به طور مستوفا سخن گفتیم، و اینکه از علم چه دیدی باید داشته باشیم و اون رو چگونه بدانیم و بشناسیم، میزان قطعی بودن و ظنی بودن و یقینی بودن احکام علمی رو فی الجمله از دیدگاه فیلسوفان علم معاصر بیان کردیم، لذا اکنون در اون باب سخن نمیگوییم. ممکنه البته یه تئوری علمی امروز فردا به جاش تئوری دیگری بنشینه، و اینکه حالا حتما هر چه که با علم امروز منافات و مخالفت داشت همیشه منافات داشته باشه و همیشه باطل باشه، این خب البته به هر حال قابل تأمل است، یعنی نباید به این راحتی و به این صراحت و سهولت داوری کرد. داوری ها رو همیشه باید اولا با تواضع انجام داد، ثانیا با تأمل بسیار، گاهی هم با تأخیر افکندن تا مگر حکم روشن شد. باری امروز از این آیه شروع می کنیم، از قضا در سوره حج است و اکنون هم در ماه حج قرار داریم. آیه رو براتون می خونم، آیه 46 از سوره حج است. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فی الصدور. قبل از این آیه هست راجع به کافران و مکذبان، کسانی که پیامبران پیشین رو تکذیب کردند، کسانی که دست به تکذیب پیامبر اسلام بردند،
و مواردی هم بود که خداوند به اونها مهلت داد و بعد اونها رو معذب به عذابهای دنیوی کرد که عین من قریت اهلکناها و هی ظالمت و هی خاویت علی عروشها. بسیاری شهرها و قریه ها بود که ما اونها رو هلاک کردیم، ویران کردیم. اکنون اگر بروند و ببینند سقف های اونها فرو افتاده، چاه های اونها، چاه های آبی که بر سر اون ازدحام می کردن متروک مانده است و شهرهای مسکون بدل به ویرانه های متروک شده است در اثر عذاب های الهی که به دنبال تکذیب اون قوم رخ داده است. و بعد این آیه است که این مشرکین و این کافران و این منکران معاصر تو ای محمد آیا نمی روند که در زمین بگردند؟ افلم یسیرو فی الارض؟ می دونید حالا در گذشته نمی شد بگویند که برید کتاب های تاریخی بخونید. اولا کتاب های تاریخی اونقدر زیاد در دسترس نبود، ثانیا افراد اونچنان سواد خوندن کتاب نداشتند، لذا بیشتر دعوتشون میکردن که خودتون بروید دنیا رو بگردید، دست کم فضاها و مکانهای نزدیک به خودتون رو، اطراف مکه رو، یمن رو، این طرف اون طرف برید بگردید و ببینید چه اقوامی اونجا ساکن بودن، چه بر سرشون آمده، چه داستانهایی بر سر زبان هاست تا عبرت بگیرید. اینجا هم همین، افلم یسیرو فی الارض؟ آیا نمی روند و سیر در زمین نمی کنند؟ برای چه؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تا قلبهایی پیدا کنند که با این قلبها تعقل کنند، تفکر کنند. او آذان یسمعون بها، یا گوشهایی که با اون گوشها بشنوند. این در حقیقت سخن این است که این افراد دل ندارند، عقل ندارند، گوش شنوا ندارند، بروند و در جهان بگردند و سرگذشت و سرنوشت اقوام دیگر رو ببینند تا چشم و گوش باز پیدا کنند، تا عقلشون به کار بیفتد و تأمل کنند، عبرت بگیرند و آنگاه بدانند که زیر بار حقیقت نرفتن چه پیامدهای ناگواری میتواند داشته باشد. تا اینجا آیه اینه که خب نکته روشنی است و قابل توجهی است. نکته ای که بود و من گذشتم این بود، قلوب یعقلون بها، دلهای قلبهایی که با اون قلبها تعقل کنند. خب این سوال هست که مگه قلب جای تعقل است؟ دنباله آیه هم مشکل رو افزونتر و فربهتر می کند، می گوید که فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، چون چشم ها کور نمی شود بلکه دل هایی که در سینه هاست کور می شود. یعنی نشانی خیلی مشخصی می دهد، میگه این قلب هایی که در سینه ها نشسته است اونا هستند که کور می شن و لذا آدمی نمی بینه و عبرت نمی گیره. کوری فقط کوری چشم نیست، کری فقط کری این گوش نیست، بلکه به اصطلاح رایج کوری و کری باطنی است. خب این که قلب مرکز ادراک باشه، مرکز تعقل باشه، اونم نه قلب به معنای مجازی کلمه بلکه به معنای حقیقی کلمه، یعنی همین قلب فیزیولوژیک، همین ارگان مشخصی که در سینه های ما زن و مرد قرار داره، این آدرس این رو میده. این دل که در سینه است کور میشه. خب این سوال انگیز دیگه برای امروزیان سوال انگیز تر شده است. گذشتگان واقعا معتقد بودند که مغز محل ادراک نیست، ارگان پرسپشن نیست، بلکه اونی که عضو درک است و احساس است و تخیل است و تعقل است همین قلبی است، همین عضو سنوبری که در سینه قرار داره. قرآن هم دقیقا روی همین انگوش میذاره. مفسران گذشته تقریبا همشون بلا استثناء معتقدن، حتی جناب فخر رازی فیلسوف و مفسر بزرگ قرن ششم، ایشون صریحا
ذکر میکنه، میگه این آیه دلالت دارد بر اینکه مغز نیست که تعقل میکنه و ادراک میکنه، بلکه قلب است که محل تعقل است، برخلاف فیلسوفانی که گفتن مغز جای تعقل است. یعنی در واقع میگه قرآن میخواد درست خط کشی بکنه و بگوید ما به او قائل نیستیم و به این یکی قائلیم، یعنی اونچه که جای تعقل نامیده می شود و مرکز ادراکات نامیده می شود در قلب آدمی است. من به تفسیرهای نزدیکتر به دوران خودمون مثل تفسیر ابن عاشور مثلا، تفسیر آلوسی، اینها که در مثلا قرن 13 14 تفسیر ارمنال اینا نوشته شده مراجعه کردم که ببینیم اینا چی میگن. اینا تقریبا دقیقا حرفشون همینه، اما کمی با احتیاط تر این رو بیان میکنن. آلوسی که از مفسرین مهم اهل سنت است، ایشون میگه که خب اینا از طریق مجاز مرسل، به تعبیر این که فعل یک عضوی رو به یه عضو دیگه نسبت میدهند. قلب است که خون به مغز میرساند، قلب است که مغز رو زنده نگه میدارد. بنابراین اشکالی نداره اگر هم مغز مرکز ادراکات ماست، ما این رو نسبت بدهیم به قلب، چون که مغز هم از قلب مدد میگیره، یک همچنین چیزی. درست شبیه این که مثلا وقتی که یک پادشاهی فرمان میدهد، از مثال هایی است که در ادبیات عرب و در بحث صنایع ادبی گفته میشود، پادشاهی فرمان میدهد که کاخی رو بسازن مثلا، بعد خب این کاخ رو که پادشاه نمیسازه، کارگران میسازن، ولی بعدا در تواریخ میسن این کاخ رو پادشاه ساخته، این منصوب اوست. این ساخته یک نسبت مجازی است به پادشاه، در حالی که نسبت حقیقیش این است که باید به کارگران ما منصوب کنیم و هاکذا. حالا مغز فرض کنیم که مدرک مرکز اصلی ادراک است، چون قلب به او مدد میرسانه، ما این رو نسبت میدهیم به او. این آخرین حرفیش که زده شده، یعنی این پس از دورانی است که تقریبا معلوم شده است که قلب کاری نیست در ادراکات. امروزه که دیگه تمام این ایمیجینگی که از مغز میکنند و این عکس برداری ها که میکنند، این آزمایش های مفصلی که رو مغز انسان، حیوانات، غیره انجام دادند و این آناتومی مغز رو عرض می شود که تشخیص مرکزهای ادراکات بسیار بسیار متفاوت و بینایی کجاست، حس و حرکت کجاست، شنوایی کجاست، حافظه کجاست، چیزهایی با بعد نیم کره راست، نیم کره چپ، این مرکز مثلا امور علمی و دقیق، اون طرف مرکز امور ادبی و ذوقی است و غیره و غیره. خود اینقدر کار شده به مغز که تقریبا جز مسلمات و بدیهیات و قطعیات علم جدید است. اینا به تدریج خب مطرح می شد و به گوش ها می رسید، حتی به گوش کسانی که تخصصی در علوم جدیده یا در بیولوژی یا در عصب شناسی نداشتن. اینی که شما می بینید که تردیدها آغاز می شه، یعنی اینکه بله خب ممکنه عضوی که مسئولیت اصلی ادراکات و احساسات رو داره مغز باشه، اما قلب هم بی نقش نیست و نقشش این است که مغز رو از طریق خونرسانی زنده نگه می‌دارد. لذا به این ادراکات به قلب نسبت، اونم همین قلب و همین قلبی که گفتم مادی، سنوبری، عضوی که در بدن ما قرار داره. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. این رو چنانی که گفتم همه مفسران پیشین نوشتن. فخر رازی که از اون نام بردم یک رساله ای داره اصلا جدا از تفسیر قرآن، در باب اینکه مغز، ببخشید، ادراکات جایگاهشون مغز است یا قلب است. این اختلاف نظر از قدیم وجود داشته. میدونید حتی نزد ارسطوییان هم مغز اونچنان که باید جای ادراکات نبود، بیشتر نقشش خنک کردن خون بود. خون میگفتن مرکز حرارت، اونطوری که جالینوس هم میگفت حرارت زایی بدن مرکزش قلب است، و این بحث متابولیزم و این که چگونه این حرارت درونی تولید میشه یکی از بحثهای بسیار دلکش و جذاب تو تاریخ بیولوژی بود که تو قرن 17 و 18 اینا مطرح شد، وقتی که بحث اکسیژن گیری
خون مطرح شد و بعد به اصطلاح کامباسیون سوختن مواد غذایی و تولید انرژی و تولید حرارت و اینا اونجاها بود که هر سلولی حرارت تولید میکنه و این متابولیسم بدنم و توسط ارگانهایی در مغز و حرارتش اونجا تنظیم میشه، همون جایی که هیپوتالاموس، همون جایی که به هر حال وقتی که ما آسپیرین میخوریم چی میخوریم با تأثیری که در اونجا میگذاره حرارت بدن رو تنظیم میکنه، اگر بالاست پایین میاره. اینا از کشفیات جدید بود و خیلی هم مهم بود، ولی در نزد گذشتگان گرچه که میدونستند اگر آسیبی به مغز واقع بشه این موجب اختلال در بینایی، اختلال در دانایی میشود، اما اینکه کل ادراکات رو به مغز نسبت بدن توقف داشتند و عرض کردم حتی نزد ارسطو مغز بیش از اینکه مرکز ادراکات باشه مرکز چی بود؟ مرکزی بود برای خنک کردن خون داغی که از قلب به اونجا میرفت. به همین جهت هم حتما دیدید میگفتن که وقتی میخوابید سرتون رو در آفتاب نگذارید، مغز رو و سر رو همیشه خنک نگه دارید، اگر خواهی بری تو لذت خواب سرت در سایه نه باید در آفتاب. البته این خوبم هست، یعنی لذت خوابم به آدمی میده، اما یادتون باشه یک رأی فیزیولوژیک پشت سر این است که سر باید خنک نگه داشته بشه، چون اساسا فونکسیونش خنک کردن خون است که بدن رو در حال تعادل حرارتی نگه دارد. ولی خب این اختلاف بود. شما کلمه مدمغ رو باید شنیده باشید. مدمغ یعنی کسی که ضربه‌ای به دماغش یعنی به مغزش خورده است. مدمغ یعنی کسی که کودن شده، اختلال حواس پیدا کرده. مولانا میگه ای مدمغ عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را درمان نهاد، تو خر ابله ز کوته پایگی بر زمین ماندی ز اندک مایگی. این رو اون مریض به طبیبش میگه، طبیبی که هرچی این مرد این بیمار میگفت میگفت این از پیریه، اونم آخرش عصبانی شد گفت مدمغ عقلت این دانش نداد. مدمغ این رو میدونستن، حتی از روی اینکه در نوشته های طبی گذشته هست که به کجای دماغ یعنی مغز ضربه خورده باشه چه قدرتی و چه ظرفیتی از آدم کاسته میشه، اینها رو هم توجه داشتن. اینطور نبود که به طور کامل غافل باشن از نقش مغز. با همین احوال نقش قلب سر جای خودش بود. حالا بیرون از دین و بیرون از قرآن، حالا بگذاریم فلاسفه و عالمان رو با هم نزاعهای خودشون رو بکنن، اما آنچه که این آیه صریحا میگه این استش که عقل، تعقل کجا صورت میگیره؟ فی القلوب التی فی الصدور، در دلهایی که در سینه ها قرار دارن. یعنی آدرس جای دیگه نمیده، نه مغز رو میده، نه عالم بالا رو میده، نه روح رو میده، نه نفس رو میده، هیچ کدوم. کاملا یک جایگاه مادی و مشخص برای تعقل بیان میکنه که این جایگاه مادی مشخص از قضا منافات داره با دریافت ها و دستاورد های ملومین. امروز هم جایگاه مادی و مشخصی برای ادراکات بیان میکنه ولی مغزه. خب این موجب شده که این اعتراض رو وارد کنند که در قرآن تشخیص درستی در این زمینه داده نشده است و پیروی از درک ها و اندیشه های عامیانه شده است. عامیانه هم نبوده در واقع، منتها علم اون دوران بوده است. خب عوام هم از همون علم دوران پیروی میکردن، یعنی بزرگانی مثل جالینوس، دیگران، طبیبان، فیلسوفان، اینا همه همونجا همین رأی رو داشتن. شما کلمه صاحب دل شنیدید؟ تو فارسی خیلی به کار میبریم، ولی هیچ وقت صاحب مغز شنیدید، دیدید توی هیچ نوشته، هیچ شعری؟ دل رو مرکز ادراکات میدونستن. چرا؟ برای اینکه با عواطف دل سر و کار داره. شما وقتی که غمگینید، وقتی هیجان زده اید، وقتی عصبانی هستید، وقتی میدوید، وقتی شاد میشوید، اینا همه قلبتون یا کند میشه یا تند میشه. اینی که قلب با عواطف ما به اصطلاح رابطه داره، رابطه خیلی مستقیم هم داره، این چیزی بود که
همه میدانستند، یعنی محسوس بود، به این مقدارش محسوس بود. اما اینکه واقعا علاوه بر اینکه با عواطف ما قلب ما رابطه داره، با معلومات ما مخصوصا با ادراکات کلی، با علوم، با فلسفه اینا هم رابطه داره یا جایگاه اونهاست، خب این به تبع اون اولی پنداشته میشد. در حالی که امروز هم که قلب رو کاملا طرد نمی کنن و معتقدن که وقتی که قلب ضربانش بالا میره پایین میاد، ممکنه در ادراکات ما هم تأثیرکی بگذاره، اما کسی نمیگوید که مثلا قلب فلانجاش مرکز بینایی، دانایی، شنوایی فلان. این سخنان فعلا در علم جدید در میان نیست و چنین تصوری وجود نداره. علی ای حال، خب این از نکاتی است که باید دید. مرحوم علامه طباطبایی خب دیگه دور معاصر ماست دیگه، مال نیمه اول و دوم قرن بیستم است ایشون، و بالاخره پاره ای از این اندیشه های مدرن هم به گوش ایشون رسیده بود و اطلاعاتی از این مسائل داشت و سعی میکرد اونجایی که لازمه و مخصوصا وقتی که به مطالعات دینی میپردازد و با اونها ارتباط و مناسبت پیدا میکنه، از اونها اطلاعی بگیره. من جمله همین مسئله دیگه، امروز جزء بدیهیات است برای هر دبستان رفته ای، هر دبیرستان رفته ای، که مغز ماست که اصطلاح سر اونجا مخزن معلومات ماست، سرچشمه اطلاعات ماست و مرکز احساسات ماست. همه این ایشان در تفسیر خودشون خیلی صریح، بدون اینکه اصلا وارد بحثی بشن، خیلی از معلومات فلسفی خودشون استفاده کردن، گفتن نه، جایگاه ادراک نفس است. این تو قرآن نیست، هیچ جا نیست، تو روایت ها هم نیست، که جای این تو فلسفه است. جایگاه ادراک نفس است و لذا مجازن گفته شده قلب، قلبی که تازه مجاز دیگری گفته شده که در سینه است. یعنی در اینجا قرآن دو تا مجاز مرتکب شده، یعنی دو تا لفظ رو به کار برده که معنای حقیقیشون رو اراده نکرده است. نه منظورش از قلب این قلبی است که ما میشناسیم، نه منظورش از سینه این سینه است که ما میدونیم. و ایشون بدون اینکه خب دلیل بیارن که چرا این مجاز باید گرفت اینجا، همه مفسران گذشته اینو معنای حقیقی گرفتن، گفتن همین قلب سنوبری که در سینه قرار داره، هیچ کسی فکرش نرفته دنبال این که به مجاز گفته باشن قلب، به مجاز گفته باشن سینه، و یا اون برده باشن و این ادراکات رو نسبت به نفس داده باشن. حالا فیلسوفان دادن که داده باشن، ولی اونچه که از آیه برمیخیزد ظاهرا این نیست، به اجماع قاطبه مفسر. خب این چه دلالت بر چه دارد این روش ایشان؟ دلالت بر این دارد که تفسیر، یعنی فهم ما از جهان متغیر است، فهم ما از کتاب طبیعت متغیر است، فهم ما از کتاب شریعت هم متغیر، و اینا پا به پای هم پیش میرن و یکی در دیگری سرریز میکنن، و این همون مفاد اصلی نظریه قبض و بست است که خب من سالها پیش، 30 سال و 30 چند سال پیش، اون رو بست دادم و توضیح دادم، مورد اختلاف و مخالفت خیلی از علما قرار گرفت. امروز خوشبختانه تسلیم شدن اکثریتشون و کم و بیش این رو پذیرفتن، برای اینکه اونقدر نمونه دارد، اونقدر نشانه دارد که کمتر کسی میتواند به راحتی اون رو انکار بکند. تو سراپای درک دینی ما جاریست، سراپای فهم تفسیری ما جاریست، و چگونه می شود این رو نادیده گرفت یا انکار کرد؟ ببینید، علم زمانه فخر رازی و صاحب مجمع البیان یا کشاف زمخشری یا دی، اینا همشون این همین بود که قلب مرکز ادراکات است. دانش دوران این رو می گفت، فیلسوفان می گفتن، طبیعت شناسان می گفتن، اینا هم به راحتی این آیه رو که می خوندن گفتن خب همینه دیگه، حقیقت همین است، واقعیت همین است، قرآن هم بیان واقعیت میکنه.
ولی امروز کسی مثل آقای طباطبایی که با اندیشه های جدید ذهنش آشناست، با اندیشه هایی که دیگه تقریبا از حالت فرضیه های کم احتمال عبور کرده و رسیده است به درجه یکی از احتمال که به راحتی نمیتوان اون رو مردود شمرد، یعنی به درجه احتمال بالا از نظر خیلی از دانشمندان و بیولوژیست‌ها که 100% این چنین است. یعنی اونقدر آزمایش ما داریم، اونقدر تحقیق و پژوهش در این باب داریم که جای تردید باقی نمیگذاره که قلبی که در سینه است نقشی در تعقل ندارد، بلکه مغز است که این چنین است. خب آقای طباطبایی در این دوران چه کار بکنه؟ چه کار بکنه؟ یا بیاد و بگه که بله همینطوره و خطا هست در کار. گذشتگان که میگفتن، نمیگفتن خطایی در کاره، میگفتن علم هم همینو میگه، قرآن هم همین. ایشان وقت امروز این رو نمیتونه بگه، یعنی ما توی تعارضی گرفتار آمده ایم. یا باید بگیم علم دروغ میگه که خیلی سخته، یا باید بگیم که قرآن خطا میکنه که اینم سخته، پس باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم تعویل میکنیم. تأویل یعنی چی؟ یعنی الفاظ رو از معانی اصلیشون برمیگردانیم و معنای مجازی به اونها نسبت میدهیم. خب تأویل دلیل میخواد، چون اینطوری نیستش که دلخواه باشه بنده هر جا گیر کردم بگم به نظر من معنی این لفظ اون نبوده، این بوده، مراد گوینده این نبوده، آن بوده. اینا نه اینکه بگیم تأویل جایی ندارد، نه اینکه بگیم ری اینترپریتیشن به طور کامل مردود است، اما خب قرینه لازم داره، دلیل لازم داره، بدون دلیل نمیتوان. ایشان در تفسیرشون هیچ دلیلی نشون نمیدن، فقط میگن ما میدانیم به لحاظ فلسفی که جایگاه ادراک نفس ناطق است. چون میدانیم پس باید این آیات رو حمله بر مجاز بکنیم. این یکی از اون نمونه هاست. من البته رأی خودم رو در این زمین ها بعدن خواهم گفت، فعلا تقریر اقوال دیگران می کنم همونطور که باید کرد، یعنی چیزی کم نمیگذاریم و مسئله رو یا شبهه رو در شکل قوی خودش بیان می کنیم تا اینکه از دایره تحقیق بیرون نرفته باشه. این نکته اول که گفتنی بود. اما برویم سراغ مطلب دوم یا آیه دوم یا معارضه دوم. این دکی رو از سوره بقره میخوانیم، آیه 275. آیه درباره ربا و رباخاری است و احوال رباخاران در روز قیامت. بله میگوید که آیه 275 الذين سوره بقره الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خب میدونید پیامبر اسلام از آداب و رسوم و احکام و قوانین جامعه عربی اون روز خودش بسیاری رو برگرفت و با اونها در نیفتاد، به طوری که 90% احکام فقه اسلامی همون آداب و رسوم جامعه اون روز عربی است. و این رو من همیشه گفتم که پیامبر اسلام اگر در یه جامعه دیگری مثل یونان اون روز یا مصر اون روز ظاهر می شد که علاوه ظاهر خب آداب و رسوم و احکام و قوانین دیگری داشتن، همونها رو تصویب و تثبیت می کرد، برای اینکه برای اونا اهمیتی نداشت. مهم این بود که مسلمانان یا امت او سر به فرمان بگذارند و اگر کاری می کنن، اگر ازدواج می کنن، اگر طلاق می دن، برای خدا باشه و تحت فرمان الهی و داخل در دایره پیروی باشه. حالا اینکه این ظاهرش با اون یکی فرق داشته باشه مهم نیست، کما اینکه خود فقیهان هم با هم اختلاف دارن دیگه. این فقهای سنت یه جوری میگن، اونا الان همین حجی که الان در جریانه
یه جاهایش بین حج شیعیان و حج اهل سنت فرق است، تا جایی که حتی بعضی از شیعیان حج اهل سنت و پاک قبول ندارند و معتقدند حتی پیامدهای فقهی خیلی ناگواری هم دارد، یعنی زنان بر مردان حرام می شوند الی آخر، چون طواف نساء نمی کنند، نماز نساء نمی خوانند اینا، ولی در فقه شیعه است. منظورم اینه که این اختلافات وجود داره، اما هر دو طرف به چه نیتی می کنند؟ به نیت پیروی از احکام و به همین دلیل هم حجشون مقبول. این صورتهای ظاهر اونقدر مهم نیست. و به قول مولانا پای معنا گیر، صورت سرکش است. این استش که پیامبر اسلام خیلی چیزا رو عوض نکرد و گفت حالا همطور که داری زندگی میکنید خوب بکنید، اما با بعضی از چیزا البته در افتاد. یعنی چشم به همه چیزا نبست. یکیش ربا بود، یکیش چند شوهری زنان بود و چند چیز دیگری، اینا رو ایشون پاش وایساد. البته این مربوط به آداب رسوم بود، بعد در مورد اعتقادات که خب بله توحید را آورد و مبارزه اصلیش هم شرک و چندگانه پرستی بود. به هر حال با ربا پیامبر اسلام سخت در افتاد و سخنان بسیار درشت و وعیدهای خیلی مهیب و سنگین داد که رباخواری موجب عقوبت شدید اخروی خواهد بود. این یکی از اون آیات است. یک جای دیگه داریم که مثل اینکه شخص آتش میخوره. این آیه میگوید که کسانی که ربا میخورن، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بر نمیخیزند، لا يقومون قیام نمیکنند. این که بر نمیخیزند یعنی کجا بر نمیخیزند؟ یه عده از مفسرین گفتن یعنی روز قیامت از قبر بر نمیخیزند، مگر حالا اونو توضیح میدیم. مفسرین دیگه میگویند که نه، لا یقومون یعنی بر نمیخیزند، یعنی قیام به امور زندگی و قیام به امور معیشت نمیکنند. یعنی سادهش لا یقومون یعنی زندگی نمیکنند، قیام به امور معیشت نمیکنند، یا روز قیامت از قبر بر نمیخیزند. حالا هر یکی از این دو معنا که باشه فعلا مهم نیست، مهم بخش بعدیشه. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، بر نمیخیزند مگر مثل کسی که شیطان او رو مس کرده، به او دست زده و او رو دیوانه کرده، مخبط کرده است، دچار خبط دماغ کرده است. یعنی تلو تلو میخورن. اگر روز قیامت اینا وقتی که از قبر بر میخیزن مثل مست و مثل مسروع و مثل دیوانه که نمیدونه چجوری راه بره، از این ور میرن از اون ور میرن، مقصدی ندارن و نمیفهمن یه مرتبه کجان، گیجن، یه همچی چیزی. اما اگر در مورد دنیا در نظر بگیریم و امور معیشت، یعنی رباخواران راه درستی نمیروند در این جهان، تلو تلو میخورن، مستانه و مسروعانه و مجنونانه زندگی میکنن، مثل کسی که شیطان او رو مس کرده است. دلیلش یعنی علتش این است که گفتن انما البیع مثل ربا، خرید و فروش مثل ربا میمونه، در حالی که نه مثل هم نمیمونن، خداوند بیع رو حلال کرده ربا رو حرام کرده الی آخر الآیه. بحث بر سر این نیست که رباخواری حالا چه تأثیری در زندگی و در بیزنس و در اقتصاد و در معیشت داره یا در روز قیامت. بحث بر سر این است که دیوانگی و خبط دماغ و سر بر اثر مس شیطان است. اتفاقا کلمه خبط که در این آیه اومده، یتخبطه الشیطان، دیوانه کردن، این رو همیشه با دماغ به کار می بردن. را در قرآن کلمه دماغ نیومده. یتخبطه الشیطان یعنی مثل اینکه شیطان ضربه‌ای به دماغش یعنی به مغزش زده. اما صحبت این هستش که آیا آدم دیوانه، اونچنان که علم امروز معرفی میکنه، آدمی که انواع این بیماری های روانی دیگه از خفیفش گرفته و مثل افسردگی و اینا تا شیزوفرنی و تا بریم به اون بالا به دیوانگی برسیم، یا سر مثلا اپیلپسی و غیره،
آیا اینا بر اثر مس شیطانه؟ شیطان هم در اینجا قاعدتا به معنای جنیان باید باشه. البته شیطان یه معنای وسیع تری داره، یک سرکرده شیاطین داریم که ابلیسه، که اسم خاصه، یعنی یک نفره. اما شیطان و شیاطین بسیارن، فراوانن، و اینا ظاهرا زیر امر ابلیس قرار دارن و به فرمان او کار میکنن، اونها رو به این سو و اون سو میفرستد و فرمان میراند و خبر میگیرد. و حالا در آیه بعدی هست، نشسته و اینا میرن براش خبرچینی میکنن، از آسمان خبر میارن، از زمین خبر میارن، توطئه میکنن، حیله میکنن، نقشه میکشن و چنین رو چنان. یه سلطنتی داره برای خودش، فرمان روایی میکنه در قلمرو خود، و از این شیاطین جن کوچیک و بزرگ و خرد و درشت هم تا بخواید در اختیار داره. خب اینا مطابق اسطوره های قدیمی، اینها میان و اگر کسی رو مس کنن، یه جوری با او تماس بگیرن یا به او ضربه بزنن، او دیوانه میشه. گذشتگان که خب همین بیماری اپیلپسی رو مال سکره، یعنی بیماری مقدس مینامیدن. مقدس به معنای اینکه سرچشمش مادیات نیست، مثل بقیه بیماری ها نیست، مثل سرماخوردگی یا مثلا دل درد یا فرض کنید اسهال یا هر چی، اونا مال ساکره نبود، یعنی بیماری مقدس نبود. بیماری مقدس که اپیلپسی باشه و دیوانگی باشه، اینا بر اثر این بود که یه موجود مقدس، یعنی موجود ماورای طبیعی، اینجا پاش در میان بود. دیوانه خب یعنی همین دیگه، یعنی دیو اینجا پاش در میانه، یا مجنون یعنی جنها آمدن. این کلمات همینها رو نشون میده. در مورد پیامبر اسلام هم که میگفتن دیوانه است، میگفتن جن زده است، مجنون. جنی ها رو در تسخیر خودشون گرفتن و این اندیشه ها رو به او القا میکنن. حتی در مورد شاعران هم این حرف رو میزدن که شاعران هم هر کدوم یک جنی دارن، یک موجودی هست که به اونها القا میکنه. و وقتی که شاعر وارد جهان شعر میشه، یه شخصیت دیگه پیدا میکنه، یه روحی بر او غالب میشه و او رو در تسخیر خودش میگیره که میتونه شعر بگه یا میتونه پیشگویی بکنه. در مورد طالع بینان، اینا همه معتقد بودن هر کدوم یه شیطانی دارن. انلی شیطانن یا اترینی، میگفتن من یه شیطانی دارم که گاهتا میاد سراغ من و مرا فرا میگیره. مولانا هم در شعراش داره، میگه چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از وصف، از مرد وصف مردمی، هرچه او گوید پری گفته بود، زین سری نیزان سری گفته شود، چون پری را این دم و قانون بود، گردگار اون پری را چین بود. این یک عقیده بسیار غالب و راسخ بود که پریان، پریان جنی های مؤنث هم به اصطلاح، پریان، دیوان، شیاطین آدمیان رو میگیرن و مسخر میکنن و القاعاتی در اونها میکنن، یا یعنی حرفایی به زبانشون میذارن، فکرایی تو کلشون میافکنن، یا اینکه اونها رو بیمار میکنن، معلول میکنن، فلج میکنن، دیوانه میکنن و هزار مصیبت و مضرت دیگر. خب این رأی رایج و غالب بود در زمان عرب. قرآن خب درست بر همین نکته انگوش میذاره، میگه که این رباخاران تلو تلو میخورن، زندگی درستی نمیکنن، مثل کسی که دیوانه شده، شرع گرفته تش و خودش نمیفهمه داره چی کار میکنه. در میان گذشتگان ما، یعنی مفسران مسلمان، معتزله معتقد بودند که این آیه موافق فرهنگ اون روز عرب آمده است. معتزله اعتقاد به جن نداشتند و خیلی انسان‌های عقلانی بودن، خیلی شبیه راسیونالیست‌های امروز، و کرامات رو مثلا قبول نداشتن، اینی که افراد عادی بتونن خرق عادت بکنن اون رو قبول نداشتن و امثال ذالک. قائل به تأویل بودن، یعنی معتقد بودن که آیت قرآن رو میتوان تأویل کرد و باید کرد به شرطها و شروطها. در اینجا هم جناب زمخشری که از قضا ایرانی است، زمخشری است و مفسر و ادیب درجه اول زبان عربی هم هست،
ایشان صریحا در تفسیر خودش که تفسیر کشاف باشه میگوید که این معناش این نیستش که واقعا یه جنی شیطانی میاد و کسی رو صرعی میکنه یا دیوانه میکنه، این معناش این موافق فرهنگ عرب است. یعنی شما معتقدید این طوریه، ما فقط مثال میخوایم بزنیم که به قول شما اینکه یک جنی میاد و کسی رو مسروق میکنه آدم رباخار اونجوریه، اونجوری زندگی میکنه یا اونجوری از قبر برمیخیزه مثل دیوانه ها، مثل مسروعین که شما فکر میکنید جنها به اونها آسیب رساندن. خب این طایفه اینجوری میگفتن، فرهنگ رایج زمانه. ولی بیشتر مفسرین ما که مفسرین اشعری بودن مثل فخرالدین آیا معتقدن نخیر این واقعی است. مولانا در اون شعر خودش که طعنه و تعریضی داره به معتزله میگه فلسفی مر دیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود. می فلسفی منظورش این معتزله، هر جا مولانا میگه فلسفی معتزله میگه این فیلسوف مشربان دیو رو یعنی جن رو یا شیطان رو منکر میشن، ولی خود همین یک اندیشه شیطانی است. فلسفی مر دیو را منکر شود در همون دم سخره دیوی بود. همین فکر رو هم یه دیو در کله تعریض خیلی سنگینی است. عرض می شود که خب این رو می گفتن دیگه. در زمان ما باز برگردیم به علم جدید که خب به جن اعتقادی نداره، به شیطان اعتقادی نداره، حالا اعتقادی داره یا نداره، به هر حال سرچشمه این بیماری های روانی و اینها رو در مغز می جوید دیگه و میره سراغ پاتوفیزیولوژی، میره سراغ عصب شناسی، میره سراغ این مرکزهایی که این در مغز دچار اختلال شدن و بعد داروها رو بر حسب همون دریافت ها تجویز میکنه که مثلا کجای مغز چه اتفاقی پیدا کرده. در صرعی ها مثلا داروهایی که اینا رو آرام میکنه و صرعشون رو به عقب میندازه و حالا آیا ما بگیم که بر اثر خوردن اون داروها اون جنی ها میترسن دیگه نزدیک نمیشن به این افراد یا میان و نقششون اثر نمیکنه و بر آب میشه، یا اینکه این تئوری از اصل باطل، اصلا شیطانی جنی چیزی در کار نیست، مال ساکره نیست، بیماری مقدس نیست و یه بیماری است مثل بقیه بیماری ها که به تدریج عواملش ممکنه کشف بشه و درمان هم بشه. حالا درمان هم نشد که اون که درمان قطعی الان برای مثلا سر و اینا وجود نداره، به هر حال ولی شناخته شده و میشه مثل خیلی از بیماری های دیگه که درمان قطعی نمیشن اما مهار میشن، مهار میشن دیگه. روماتیسم که درمان قطعی نداره، فشار خون که درمان قطعی نداره، قند اینا هیچ کدوم ریشه‌کن نمیشن، مهار میشن دیگه. یعنی طب بیشتر از این که درمان بکنه مهار میکنه بیماری ها رو، اینجا هم همینطوره، مهارشون میکنه. باری این نکته رو خب پیشینیان هم میگفتن اما منطبق بر چی؟ بر یه رأی خیلی مهم تفسیری و او این که فرهنگ زمانه در قرآن راه یافته است. خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است که خیلی از چیزهایی رو که ما در قرآن میخوانیم، حالا کتب مقدس دیگر هم همینطور، اینا چنان سخن گفتند که اولا مردمشون بفهمن، به زبان اونها سخن گفتن، از منطق اونها استفاده کردن و حرفاشون رو در لابلای فرهنگ اونها گنجاندن و لذا ارتباط برقرار میکردن با اقوام و مخاطبان خودشون. اگه میخواستن یه حرفایی که اصلا اینو نشنیده بودن، نه قابل تصور بود براشون، در میان بیارن، خب مخاطبه و گفتگوی صورت نمی گرفت. باری اما در زمان ما به هر حال ماجرا این نیست که ما بگیم فرهنگ عربی، اینجا باید ما بالاخره روشن کنیم که قصه چگونه است. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر خودشون، ایشون هم خوب به اندیشه های جدید در این زمین ها فل جمله آشنایی داشتن دیگه، میدونستن که خب دیوانگی و سر و این رو طب جدید به جن و شیطان نسبت نمیده، دنبال علل دیگری میره. ایشان یه راه میانه رو انتخاب کردن. قبل از او بگم مرحوم آقای طالقانی هم در تفسیر پرتوی از قرآنشون همین راه
زمخشری و معتزله را در پیش گرفتن، گفتن که این مطابق فرهنگ زمانه در اینجا سخن گفته شده است، اعتقاد عربا این بوده. قرآن هم مطابق همون سخن گفته. ما بعدا در مورد هفت آسمان و اینان از این سخنان داریم که باید اونا رو هم بشنویم و بیندیشیم. ولی مرحوم آقای طباطبایی راه میانه، ایشون میگه این آیه میگوید که دست کم یه بخشی، یه کلاسی، یک مجموعه از بیماری های روانی و مغزی توسط شیطان هاست، اما نه همش. چون اینجا نمیگه که همه دیوانگان، همه کسانی که خبط دماغ دارن، خبط دماغشون در اثر مس شیطانه. اشاره میکنه که بعضی هاش میتونه اینجوری باشه. ایشون در واقع نفی عموم نمیکنه، نفی مطلق نمیکنه، عموم نفی هم نمیکنه و میگوید که پاره ای از این بیماری ها میتواند اینطوری باشه. خیلی خوب، از این طریق ایشون ظاهر قرآن رو حفظ میکنه. چون ظاهر قرآن هم نمیگه همه بیماری ها یه دماغی معلول یا مالی خولیایی معلول مس شیطانه. امروز در واقع علم میگه همه بیماری های دماغی هیچ کدومشون ربطی به شیطان و دیو و پری و جن و اینا ندارن، هیچ کدومشون. اونجا ها نباید گشت و باید توی همین فیزیولوژی و این بیوفیزیک و بیوشیمی خلاصه مغز و اندام ها باید گشت. از این نظر ایشون حفظ ظاهر قرآن رو میکنه، ولی اون معارضه، یعنی اون تضاد باقی میمونه دیگه. یعنی علم جدید که هیچ قائل نیست به ورود جن و پری در مغز آدمی، با این که از نظر آقای طباطبایی در پاره از موارد ممکن است. اگر باز بخوایم به جاهای دیگه قرآن هم استناد کنیم، فقط اینجا نیست، یادتون باشه در سوره صاد اگر اشتباه نکنم، در اونجا هم وقتی که حضرت ایوب داره از بیماری های خودش سخن میگه، میگه مسنی الشیطان به نصب و عذاب، شیطان مرا به شکنجه کشیده است و مرا بیمار کرده است. مسنی الشیطان، حالا تواریخ، یعنی خود قرآن که خیلی مختصر در باب ایوب سخن میگه، ولی به تورات مراجعه کنید، کتاب ایوب یک کتاب است بسیار مفصل که یه نوع شرط بندی شیطان با خداست. در واقع کار رو شیطان میکنه در اونجا و میگوید که این بنده متنعمی که داری، که این همه گله ها داره، مزارع داره، زمین داره، فرزندان داره، ثروت داره، قلمرو بزرگ حکمرانی داره، این بنده متنعم که اینا رو بهش دادی، خب بدیهی که شکر تو رو میکنه، یکیشو بگیر ازش ببین بازم شاکر باقی میمونه یا نه، بازم همین بنده عابد هست. و بعد از گفتگوهایی که بین شیطان و خدا رخ میده، شیطان اجازه پیدا میکنه که برود و پاره از مال یملک و دارایی های این مرد رو، ایوب رو، از اون بگیرد. یک مرتبه ایوب نشسته برای خبر براش میارن خرمنهات در فلانجا آتش گرفت، گله های فلان گوسفندان فلان گلت یه مرتبه همه افتادن و مردن، گاوهات دچار بیماری شدن، همینطور عدمت، نوکرانت، کنیزان، اینا همه یه دفعه مریض شدن، افتادن مردن. هر روز یک خبر تلخ تازهی به اون میرسید، ولی او همچنان شاکر خداوند بود و صابر بود و معتقد بود که اینا برای امتحان من است و گله نمی کرد، دم بر نمی زد و همچنان شاکر. خدا به شیطان گفت دیدی؟ گفت نه خدایا، این کافی نیست، من باید خودش رو هم بیمار کنم. اجازه پیدا میکنه که این دفعه آسیب به بدن شیطان، به ایوب بزنه. ایوب البته آسیب شیطانی، یعنی اونطوری که در داستان هست خبط دماغ پیدا نمیکنه، دیوانه نمیشه، ولی تمام بدنش رو از انگل ها و روپا و کرما و اینها میپوشونه و انواع بیماری ها و درد ها به جان این مرد میافکنه. در اونجاست که باز هم ایوب گله نمی کنه و این است که قرآن میگه که نعم العبد انه اواب و
بنده خیلی خوب ما بود. من یه وقتی حالا مناسب اینجا جای بستش نیست توضیحات راجع به قصه ایوب و ابراهیم میدادم، راجع به ایوب خداوند میگه که بنده خوبی بود، نعم العبد، به طرف ما بازگشت. اما در مورد ابراهیم میگه که او خلیل من دو و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو به دوستی برگرفت. تفاوت بین ابراهیم خلیل و ایوب صابر چه بودی که ایوب اعتراض نکرد ولی ابراهیم اعتراض کرد؟ این معلوم خدا اعتراض کنه رو دوست داره. اتفاق ابراهیم اعتراض کرد، هم در تورات هست هم در قرآن. وقتی که قرار بود عذابی بر قوم لوط فرستاده شود، ایستاد و گفت خدای چرا میفرستی؟ شاید در میان اونها افراد بیگناه باشن. تو یه شهر رو میخوای هلاک کنی برای اینکه چند نفر گناه کردن، کار خلاف کردن، لواط کردن، سخن پیامبرت رو نپذیرفتن. همینطور در قرآن هم عینن این هست که ابراهیم یجادل و نافیق و مجادله کرد با خداوند، چالش میکرد، نزاع میکرد. اما ایوب صابر بود، صبرش رو خداوند تحسین میکنه و او رو بنده خوبی هم مینامد، ولی خلیل بر نمیگیره. و این از اونجاست که یعنی ما یه درسی بعد اینجا بگیریم که میشه از خدا شکایت کرد. به قول حافظ، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. میشه از خدا هم شکایت کرد، ولی البته اینا درجات داره، مقامات داره. مولانا میگه بعضی هستن شکایت که نمیکنن، هیچی شکرم نمی. اون دیگه مال یه جاهای دیگه است. چون بنالت زار بی شکر و گله، افتادن در هفت گردون ولوله. درجات داریم، شاکی داریم، شاکر داریم، شاکر و شاکی داریم، بی شکر و بی گله هم داریم. همه اینها رو داریم. یه پلتورا، یک منظره خیلی جالب و جذابی است در پیش چشمم. خب ببینید، اونجا هم ایوب میگه که مستنی شیطان مرا مریضم کرد، به من آسیب زد. حالا میتونه این باشه که شیطان از خدا اجازه پیدا کرد و اومد و این مرضها رو در او کاشت، یا اینکه این معناش این هست البته، ولی اینکه اصلا سرچشمه و علت بیماریش هم خود همین بوده که شیطان اومده و رفته مثلا در تن او چه کار کرده که این مریض شده. پس اینکه شیطان یا دیو میتونه آدمی رو مریض کنه، نه فقط بیماری روانی به اصطلاح امروز، بلکه بیماری های جسمانی، گویا که به تصویب قرآن هم رسیده است. خب ما اگر دنبال این میگردیم که یک مثل معارضه ای پیدا کنیم بین این دوتا، بین علم و دین یا علم و قرآن، خب این هم یکی از اون موارد است. من آیه سومی رو هم گذاشته بودم که بحث کنم امروز، اما خب چون فکر میکنم سخن ما رو به درازا خواهد کشاند، با اجازه دوستان همینجا توقف میکنم و دنباله بحث رو که یکی دو آیه هم نیست، تعداد زیادی از آیاتی هست که باید یکی یکی مطرح کنیم چنان که در زبان مخالفان و معارضان آمده، و بعد از اینکه این موارد خلاف وفاق رو همه رو دیدیم و سنجیدیم، آنگاه به ترازوی داوری برکشیم و ببینیم که درباره اونها چه میتوان گفت. فعلا باید وداع کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما متشکرم. عرض سلام و ارادت دارم آقای دکتر. سلام جانم. سلام. وقتتونم بخیر. در خصوص همین که فرمودید مغز و دماغ در واقع علت همه یا در واقع منشأ همه چیز هاست، این رو من اتفاقا خب برام قابل درکه. فقط پذیرش این مسئله، موقع ما یه باگی رو اینجا بس خب جواب بدیم بهش، اونه که خب ببینید تمام اونهایی که به این نتیجه میرسن، فرض کنید حالا اونایی که ATS هستن، اونایی که حالا غیر مثلا چیز هستن، خب اونها هم با دلایل در واقع عقلی و در واقع اون مغزشون اونها رو به اینجا رسونده که فرض بفرمایید که خب کلن خدایی وجود نداره و منشأی مثلا الهی برای این دنیا نیست. خب این رو ما چجوری میتونیم در واقع این باگ رو اگه استناد کنیم که خب توجیه داره که اگر ما در واقع
قبول کنیم که آقا تمام اینها سرمنشأش اون تصمیمیه که در مغز گرفته میشه، موقع این باگ رو ما چجوری میتونیم جواب بدیم؟ ممنون میشم از لطفتون. تشکر. عرض کردم ببینید ما الان در مقام داوری نیستیم، یعنی من نمیخوام الان بگم که این آیات رو چگونه باید معنا کرد و معنای صحیحش کدام است یا چگونه از این تعارضها باید رهایی جست. این رو گذاشتیم برای بعد، بعد از اینکه چون ما از اون طرفم عرض کردم نمونه های مساعد داشتیم، نمونه هایی که میگفت که در قرآن سخنانی هست که حتی پیش از اینکه دانش ها به اون رسیده باشند بیان شده و اون رو به مثابه خرق عادت میگرفتن و به منزله معجزه نبوت که دلالت بر صدق نبی دارد و الی آخر که مفصلا بحث کردیم. ما در اونجا هم داوری نکردیم، نگفتیم که آیا واقعا اونها معجزن، واقعا اون چی رو که به نام اعجاز علمی در قرآن گفتن که گویا نکته علمی بسیار مهمی است که نزد گذشتگان نامعلوم بوده، ما اونجا هم داوری نکردیم. و البته من اگر میخواستم داوری کنم بسیاری از اونها به نظر من خارج از دایره تحقیقه، ولی من اونجا هنوز صحبتی نکردم، گذاشتم تا اینکه این موارد خلاف رو و بررسی بکنیم یکی یکی و اونچنان که باید و شاید معرفی بکنیم تا بعد ببینیم اینا رو وقتی کنار هم میذاریم مجموعاً در مقام تفسیر آیات به چه نتیجه باید برسیم. یادتون باشه ما گرچه که حالا راجع به قرآن سخن میگیم اینجا بالاختصاص، چون خب مسئله ماست، دین ماست و از ناحیه مخالفان مورد حمله واقع شده اینا هست و خب ما هم درستش همینه که به این چیزا رسیدگی بکنیم، ولی یادتون باشه که ما هرچی اینجا میگیم در واقع بر ادیان دیگه هم قابل تطبیقه. یعنی مثلا من اگر امروز اینجا بیام بگم این آیه رو تعویل میکنیم و فردا من نمیتونم بر تورات خورده بگیرم بگم که اون آیات غلط بوده چون اون وقت اونجا رو اونو تعویل میکنن. این رو ما باید یادمون باشه. من میبینم گاهی دیدم بعضی از افرادی که واقعا خیلی قوری در مباحث تطبیقی ادیان نکردن دلخوشن به این که بگوین که بله ما یه چیزی پیدا کردیم که عیب است در کتب دیگران ولی اون عیب و نقص در کتاب ما نیست. مثلا خدای اونها خیلی خدای جبار عبوس بیرحم خونریزه کودکش است، اما خدای مثلا قرآن بسیار رحیم است، مشفق است، چنین است. این جور تطبیق ها و مقایسه ها خیلی ساده لوحانه است و روش ناشناسانه. و ببینید اینا گذشتگان هم کتاب های قبلی هم پاره از تاریخ ادیان هست و ما وقتی که سراغ این جور مسائل میریم با دید بازتری و دایره گسترده تری باید برویم و چنان نباشد که بخوایم یه درمان ها و مرهم های موضعی پیدا بکنیم. نه، ادیان به اصطلاح سر و ته یک قماشه و اگر طرحی میدیم، تدبیری میکنیم، راه حلی پیدا میکنیم و اینجوری باشه به همه اینها قابل انطباق باشه و این البته جهد بلیغ میخواد. من در این بحث ها به دنبال این نیستم که فقط گلیم قرآن رو از آب بگیرم و بیرون بکشم، گلیم تفکر دینی رو باید از آب بیرون کشید اگر میتوان کشید و لذا یک طراحی و تدبیر عمیق‌تری و وسیع‌تری اینجا لازم است، ولی فعلا هنوز ما به اون جا اون مقام نرسیدیم. این مقام منظورم به اون جا که بخوایم داوری کنیم. اجازه بدید این نمونه ها رو من بیان بکنم و زود شما وارد داوری نشید، نگیری باگی هست و بعدم من یه توصیه خدمتتون بکنم از این کلمات استفاده نکنید. باک چیه؟ اینو چیه؟ بالاخره ما زبون فارسی داریم و به همون زبون فارسی خودمون اینها رو بیان بکنید. بگید اینجا یه اشکالی هست، یه مشکلی هست، یه چیزی ها رو نمیدونم، هر چی میخواید بگید. این کلمات من قدر گاهی میشنوم مثلا که زمان وقت دست تایم دارین، تایم شما میخوره به تایم من. آخه ما چرا باید اینجوری حرف بزنیم؟ مگه ما تا حالا نداشتیم هیچ کلمه ای که حالا اینو وام بگیریم؟ حالا یک اصطلاحات
خیلی سر مثلا عالی علمی هست که بله اونا رو نداریم نداشتیم، اونا رو هم باید فارسیش کنیم. اونا که دیگه داریم دیگه اونجوری هم تعبیرات به کار نبرید، پیشنهاد بنده است، شاید خیلی بهتر باشه. بله سلام، وقت بخیر. سلام سلام، متشکرم، بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من یک سوال در مورد تفاوت هایی که پیامبران در شهود داشتن در مورد یه موضوع خاص، مثلا اینکه در تورات فرمودید که وقتی که خداوند بر حضرت موسی ظهور پیدا میکنه میگه که بگو که من همان هستم که هستم، اما در قرآن صفات جلالی و جمالی داریم، این یا اینکه مثلا شراب به فرض در تورات و اسلام ممنوعه ولی در زرتشت و مسیح هست، یا مثلا بهشت و جهنم که به فرض جهنم در اسلام از جنس آتشه ولی در زرتشت از جنس یخه. حالا میخواستم ببینم این آیا ما حقیقت محضی وجود نداره و در واقع حقیقت با وجود پیامبرها تعریف میشده، یا اینکه حقیقت محضی وجود داره اما تا پیامبران هم نمیرن به اون علم یقینی نمیرسن؟ چون در یه جایی از قرآن هست که میفرماید و تو میمیری و به یقین میرسی، یه همچین چیزی رو من در یکی از آیات دیدم. بله، حالا خودتون توجه دارید که حالا این بحث کلی تر از این بحثی است که ما اینجا می کنیم، بله ولی خب من در نظریات دینشناسانه خودم اینا رو مفصل آوردم. بعضی از فیلسوفان هم مثل فارابی دیگران پشتوانه این افکارند، عارفان ما هم به نحوی که بله به قول مولانا از نظرگاه هسته مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود، اختلاف یعنی پیامبران اسلام و گبر و یهود و دیگران، اینا نظرگاهشون مختلف، از نظرگه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب دادون الف، یعنی اینا به اصطلاح از چشماندازهای مختلف نظر در واقعیت میکردن، لذا بخشش رو میدیدن، هیچ کدوم همه واقعیت رو نمیدیدن، بخششی رو هم که میدیدن این رو در قوه خیال خودشون مصور میکردن و صورتها رو هم از فرهنگ خودشون برمیگرفتن و چنان نبود که یه چیزی رو اینا به نحوی ببینند که اون مثلا صورت بیرونی نداشته باشه. بنابراین هیچ عجیب نیست که برای زرتشت جهنم دردناکیش به صورت یک محل زمهریر یخ ظاهر شده باشه، یا برای پیامبر اسلام صورت آتش ظاهر شده باشه و ممکنه جورای دیگه هم ظاهر بشه. این اشکال متنوعه و پیامبر اسلام هم اگر در جای دیگری زندگی میکرد همین جهنم برای او شاید یه جوری دیگه تجلی میکرد، همونطور است که خدا. بنابراین ببینید پرسپکتیوها مختلف بوده دیگه و هر کدوم از یک نقطه و از یک جهت نظر میکردن و اون واقع رو میدیدن، مثل همون فیلی که اون یکی دالش لقب داد اون الف. بله به این معنا پیامبران محصور به فرهنگ خودشون بودن و دیدگاهشون یه دیدگاه خدایی به معنای این که همه جانبی که بر همه واقعیت احاطه و غلبه پیدا کنن هم نبوده است دیگه، منتها درجات داشتن، پیامبرانی بودن که بر پیامبران یه تفضیل داشتن، تو قرآن هم هست که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اون آیه هم شما اشاره کردید و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن خداوند رو تا به یقین برسی، دو تا معنا شده، یعنی چندان عبادت کن که به یقین برسی، یعنی عبادت تو رو به یقین خواهد رساند، بندگی کن تا تو را پیدا شود، به تعبیر مولانا کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. خب این خیلی حرف مهمی است که با بندگی و با عبادت میشه به یقین رسید، یعنی میشه به کشف حقیقت رسید، نه با تعقل و تفلسف محض. و این خب اینجا راه فیلسوفان از راه صوفیان و عارفان جدا می شود، این طرف ورزیدن است و ورزیدن است
تا آدمی به جایی برسد، نه اینکه بنشیند و فقط به قول فیلسوفان کمال قوه عملی و کمال قوه نظری پیدا بکند. این یه معنای اون آیه است. یکیش هم گفتن یقین به معنای مرگ، یعنی چندان عبادت کن، یعنی همطور عبادت بکن و بکن تا و باز نایست تا وقتی که مرگ تو رو در رسد، یعنی تا دم آخر دمی غافل مباش. دوست دارد یار ناشفتگی، کوشش بیهوده به از گفتگی. اون معناش اینه. اما این البته درسته، در آیه دیگری در سوره نور هست که در قیامت همه مردم اهم از کافر و مؤمن یقین میکنن به وجود خداوند، یعلمون انه هو الحق الیقین. در اونجا دیگه حجابی نمیماند و منکری باقی نمیماند، یعنی دیگه رازها همه پاش فاش میشه، از پرده بیرون افتاده میشه و حقیقت متجلی میشه. این هست. و بعد البته همینجا فیلسوفان ما مثل ملا صدرا و دیگران دچار مشکل هم شدن، چون معتقدند که وقتی که کسی صاحب اعتقاد حق باشه دیگه به جهنم نمیره. اینا تا در این دنیا بودن اعتقاد باطل داشتن و به این سبب به جهنم میرن، اما روز قیامت قبل از اینکه بهشت و جهنمی باشه اصلا چنان حقیقت فاشه که هیچ منکری باقی نمیمونه در اون روز و همه خود به خود بل اجبار یا بل اختیار مؤمن میشن، تصدیق میکنن حقیقت وجود خداوند رو و معاد رو و حشر رو، یعنی جلو چشمشون میبینن محشور شدن، چی رو انکار بکنن؟ مثل اینا نیستن که انقلاب تو مملکت شروع میکنن مثل انقلاب نشده. نه، وقتی که انقلاب شد یعنی رستاخیز شد و اینا از قبل اومدن بیرون دیگه میفهمن پس معاد هست، پس خدا هست، پس جنت هست، نار هست، پس میشن یک مؤمن صادق، یه مؤمن تمام عیار. خب یه مؤمن تمام عیار چرا به جهنم ببرنش دیگه؟ این یه سؤالی بود که فیلسوفان مطرح میکردن که خب حالا میماند تا اینکه ببینیم جوابش چی میشه. ولی من میخواستم براتون بگم که اون مسئله یقین و اینکه وعبد ربک حتی یأتی الیقین و اینها معانی که برای ذکر شده اونهاست که عرض کردم. همه را به خدا میسپارم و تا آینده انشاءالله.